هی یوتیوب، حالتون چطوره؟ اسم من یاسینه و اینجا چنل وی اسلنده. دمتون خیلی گرم که ویدیو ما رو واسه دیدن باز کردین. پس بریم که بقیه‌اشو داشته باشیم. خب گایز، لطفاً سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره که باعث دلگرمی ما میشه. ویدیو امروزمون راجب دوتا از بهترین کمدین‌های کشوری که سالهای سال تلویزیون رو قبضه کرده بودن و همه جا بودن. این دو نفر کسی نیستن جز حمید لولایی و رضا شفیعی‌جان. اول با حمید لولایی شروع میکنیم. 66 ساله است و توی تهران به دنیا اومده. با اینکه اولین حضورش در تلویزیون در سریال فراموشخانه بود، ولی شهرت او بیشتر پس از بازی در سریال‌های طنز نوروز 72 و ساعت خوش به دست اومد و با بازی در سریال زیر آسمان شهر در نقش خشایار مصطفی گسترش یافت. او در سال 84 با ایفای نقش در فیلم چم میگیری گریه کنی برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در جشنواره فیلم فجر شد. ما برسیم به رضا شفیعی‌جان. 51 ساله است و توی تهران به دنیا آمده. او از 14 سالگی بازیگری در تئاتر رو آغاز کرد و در حالی که 18 سال داشت تونست برای بازیگری در فیلم دو همسفر انتخاب بشه. رضا شفیعی‌جان با بازی در سریال ساعت خوش به اوج شهرتش رسید و همچنین از جمله بازیگرانی هست که بیشتر در ژانر کمدی فعالیت داره و به واسطه اون محبوبیت زیادی بین مردم کسب کرده. حمید لولایی تنها مشوقش در بازیگری رو مادر خودش میدونه و همیشه به خاطر صداقت و روراستیش زبان زده. تئاتر رو تنها هنری میدونه که به بازیگری نزدیکه و عاشق کارهای آنتون چخوفه. متأهل و دو تا دختر به اسم مریم و سارا داره. پدر رضا شفیعی‌جان بازنشسته ارتش و اصالتاً تهرانی و مادر مرحومش معلم و اصالتاً کرد کرمانشاهیه. یه برادر بزرگتر و یه برادر کوچیکتر از خودش هم داره. مادر رضا شفیعی‌جان متاسفانه چندین سال پیش در اثر ابتلا به سرطان درگذشت. او از دوران مدرسه تئاتر و تقلید صدا انجام میداد و همینا موجب شد تا در آینده کار هنری کنه. حمید لولایی صبر و تحمل زیادی داره و بسیار کم حرفه، اما خودش رو هیچ وقت دست کم نمیگیره. خودش معتقده که حمید لولایی آدم بیازاری، اخلاقش در منزل بسیار عالیه و عاشق سوارکاری و فوتباله و همچنین عاشق بازیگری چارلی چاپلینه و در کودکی برای دیگران ادای چارلی چاپلین رو در می آورده. رضا شفیعی‌جان سالها پیش ازدواج کرده بود، اما این رابطه در نهایت به طلاق ختم شد. رضا مجبور شد تمام درآمد 20 ساله و خانه پدری خودش رو برای مهریه همسرش بفروشه. مدتی هم شایع شده بود که ماهایا پتروسیان همسر رضا شفیعی‌جان، اما این شایعه با انتشار عکس همسر سابق رضا از بین رفت. در کل میشه گفت که این دو بازیگر بزرگ جز بنیانگذاران سبک کمدی هستن و بسیار قبل‌تر از دیگران در این زمینه فعال بودن. برخلاف رضا شفیعی‌جان، حمید لولایی فقط بازیگر بود و هیچ وقت سراغ کارهای دیگه نرفته، اما رضا در کنار بازیگری کارگردانی هم کرده. خب گایز، ویدیو اینجا تموم و بعد ازتون خدافظی کنیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و حتما زنگوله بغل رو هم بزنید که با انتشار ویدیو جدید از دستش ندید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.